به برنامه سیمای مسیح مظهر ذات خدا نایده خوش آمدید دوستان گرامی. خدا رو شکر میکنیم، درود میفرستیم به شما که میتونیم از طریق این دوربین ها منزل های شما بیایم. امیدوارم که روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشتید. خداوند ما عیسی مسیح، خدای قادر مطلق، خدای غیر ممکن ها، امشب در این برنامه میخواد از طریق کلامش با شما صحبت بکنه. در هر جایی که هستید میخواد قلب شما رو لمس بکنه، زندگی شما رو ملاقات بکنه تا وارد یک مرحله تازه و جدید بشید تو زندگی روحانیتون و آنچه که خدا برای شما تداگیده. از این جهت به شما خوش آمد میگیم، به روح القدس عزیز خداوند ما در این برنامه خوش آمد میگیم و دعا میکنیم که از این طریق و از این برنامه، از این طریق بتونید امشب یک قدم به خداوند نزدیک و نزدیکتر بشید. خدا رو شکر. آمین. خدا رو شکر. دوستان عزیز، منم درود میگم به تک تک شما عزیزان. بله، همطور که گفتن ما تمام این هفته برای شما دعا کردیم، برای این 90 دقیقه دعا کردیم که حضور خداوند به طور خاص شما رو لمس کنه، شما او رو ببینید، بچشید و واقعا حقیقتاً بفهمید که خدای ما خدای نیکویه. هللویا. هللویا. من میخوام همین ابتدای برنامه بگم که خدایی وجود نداره جز عیسی مسیح. آمین. خدایی وجود نداره چون خدایی که مسیح او رو بر ما آشکار کرد. آمین. و امشب همین خدا برای شما فکرای بسیار عالی داره. ما 90 دقیقه در خدمت عزیزان خواهیم بود. تلفن برنامه پایین صفحه هستش، اسکایپ شبکه محبت هست، میتونید از طریق خود شبکه وبسایتش نگاه بکنید. اگر عزیزانی هستن که در واقع دسترسی به تلویزیون ماهواره ندارن، چون ماهواره رو جمع میکنن و میتونید از طریق اینترنت بهشون میگی تماشا کنن. اگر نه، در سیمامسی.com میتونن ببینن تلویزیون رو. نمیخوام بگم کجا هست چون تبلیغات میشه، ولی توی بعد به دوستان بگیم ما هر دفعه وبسایتتون رو میگیم، بعد به ما چیز کنید، بالاخره امتیاز بدید. هفته بسیار خوبی رو پشت سر گذاشتیم با تمام فراز و نشیباش. میدونم که برای هر کدوم از ما در این دنیا مسائل مختلف وجود داره، چه خوشی ها، چه شادی ها و چه چیزهایی که افکار مردم رو به خودش جلب میکنه و غمگین میکنه. اما میدونیم که امشب خداوند اینجا هست که به دعای متحد فرزندانش گوش کنه. خادمینی هستن که این برنامه رو مورد لطف خودشون قرار میدن، این برنامه رو نگاه میکنن، با ما دعا میکنن. ایماندارای ما هستن در کلیسای مختلف که این برنامه نگاه میکنن. اگر میخواید با من چت بکنید، فیسبوک که من بازه، در واقع اسکایپ من سیما مسی تی وی بازه، نمیتونم زیاد جوابتونه بدم، مطالبتون خیلی ساده و خلاصه باشه که بتونم اینجا بخونم. تلفن‌های ما باز خواهد بود. اوردی همین جوری درخواستای دعای عزیزان آمده. من هر کدوم از اینا رو که نگاه میکردم واقعا انسان دلش به درد میاد، ولی میدونم چقدر بیشتر از من خداوند دلش برای شما به درد میاد، میسوزه، شما رو دوست داره، محبت میکنه. و در نتیجه ایمان دارم که وقتی ما با هم متحد میشیم، کلام خدا میگه وقتی ما با هم متحد میشیم، یک دل میشیم و دعا میکنیم، خداوند میشنوه. امروز برنامه مخصوصی داریم به نام اندیشه و ایمان مسیحی. هر چند وقت یه بار این برنامه رو داریم. این برنامه رو اختصاص میدیم به سوالای شما عزیزان که در طول ماها و هفته ها برای ما میفرستید. بعضیشو خصوصی براتون جواب میدیم، بعضیشونو امروز میخوایم از طریق این برنامه و دیدگاهی که انجیل و کتاب مقدس داره در این رابطه و با سوالای شما در واقع در میون بذاریم. همونطور که می‌بینید اشای ربانی کنار من هست، آب انگور و نان، میتونید با ما شرکت کنید. در انتهای برنامه حتما اشای ربانی خواهیم داشت، مخصوصا برای عزیزانی که کلیسا ندارید، شبان ندارید. ما به فکر شما هستیم، دوستتون داریم و می‌خوایم این خدمت رو به شما از این طریق هم انجام بدیم. حتما راجعش صحبت خواهم کرد. بسیار خوب. خدا رو خوبه. خیلی عالی. شما راجع به درخواستای دعا میگفتیم، میخواستم بگم که چقدر شهادت ها داشتیم که دعاهایی که کردیم خداوند جواب داد. بله. و دوستان اگه بتونن یه دو سه تاشو میخوان رو خط بیارن که امروز شهادت بدن که همون دعایی که ما اینجا کردیم هفته پیش و هفته های پیش میبینیم که خداوند داره جواب میده. عزیزان بله. دارن زنگ میزنن و میگن که شفا گرفتم، خداوند این مشکل منو حل کرد. پس خدای ما خدای زندگیه، خدای بله. برکته، خدای نیکوست. بله. هر چیز نیکو از آسمان هست. آمین. از خدای ما عیسی مسیح هستش و بله. میدونیم که او جواب میده. آمین. پس با این ایمان تماس بگیرید، درخواستای دعاتون رو بدید و ما اگه اینجا فرصت نشه براتون دعا کنیم، در منظر در جلسات دعامون حتما براتون دعا میکنیم. آمین. 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 خدا رو شکر. بسیار آخر هفته جالبی داشتیم و خیلی شلوغ بود سر ما. طبق معمول همیشه تئاتر در کلیسا، سمینار مردا، جاتون خالی بود. کاش که من عکسشو می آوردم نشون میدادم. دارم تو تلفنم. بله. چجوری فارسیشو بگم؟ قهرمان سابق بوکس دنیا که این اواخر
بازنشست شد، اسمش هم خیلی سخته و ایشون داشتیم در سمینار مردامون که البته آمریکایی‌ها بودن، ما هم شرکت کردیم با بچه‌ها، خیلی دوست داشتن. این مدال گنده‌ش هم آورده بود اونجا و چقدر مرد فروتنی بود. یعنی من تمام آخر هفته به این فکر می‌کردم که چطور می‌تونه یه نفر قهرمان دنیا باشه، اینقدر روی بخشش داشته باشه، اینقدر فروتن باشه، مگر اینکه عیسی رو ملاقات کرده باشه. مردم من بوکس رفتم زمان قدیم که قدغن بود، کوچولو بودم. خب مخصوصا این ورزش یه مش به دیوار که میزنن فهم میکنن دیگه قهرمان دنیا هستن. آره. ولی یه همچی شخصی با این مدالا نشون میدن، یکی از ویدیوهاشو که چنان این فرد رو که باش بوکس بازی میکرد نکاتش کرده بود به قول معروف که اصلا نمیتونست تلو تلو میخورد، ولی این مرد اومده. یعنی واقعا اگه نمیگفت این قهرمان جهانه من تشخیص نمیدادم و واقعا چقدر برکت آخه گرفتم. آخه فکر میکنی که یه شخصی که همچین ورزشی میکنه ورزش خشن قلدور خودش هم باید خشن باشه دیگه. خب هستن. اون آقای کی بود که بعدم مسیحیتو حالا مسیحی که نبودش ترک کرد رفت یه مذهب دیگه، گوش گاز گرفت کندش، آقای مایک تایسون. یعنی آدم واقعا باورش نمیشه یه کسی که بعد نمونه باشه واسه دیگران به این شکل عمل میکنه. در صورت من چیزی که باز بیشتر برام جالب بود وقتی بود که انتهای سمینار ایستاد و بیان کرد که من تمام جلال و به عیسی مسیح خداوند میدم. هللویا. افتخار میکنم مسیح هستم، افتخار میکنم که صلیب مسیح رو بردم، افتخار میکنم که به خاطر میدونی بعضی از این افراد درسته که تو ایران نیستن، تو کشور اسلامی و غیره و چین و اینا نیستن که جفا ببینن، ولی به خاطر اون موقعیتی که دارن تحت جفا قرار میگیرن. شما فرض کنید هنرپیشه یه فیلم مصائب مسیح کلیسای ما اومده بود صحبت میکرد، چقدر جالب میگفت. میگفتش که جالب که از این نظر که ایستاده بود روی ایمانش، یک هنرپیشه معروف که امروز میلیون ها نفر میشناسنش به خاطر ایمانش چون نقش مسیح رو بازی کرده بود دیگه بهش فیلم نمیدادن در هالیوود بازی کنه. یعنی او ترجیح داد که زندگی رو به عبارتی ودا بکنه باهاش، ولی صلیب مسیح رو برداره، نام خداوند جلال بده. امروز در سراسر دنیا در بین خود ایرانی ها افراد زیادی هستن که به خاطر ایمانشون دارن سختی میبینن، سختی به معنی که اعدامشون بکنن، به معنی که صرفا سنگسار بشن، شکنجه بشن، بلکه خیلی چیزها رو از دست دادن. پولس رسول میگه من آنچه که در عقب فراموش میکنم به سوی جلو میرم و برای اینکه میدونم به کی ایمان آوردم، میدونم که او که امانت من در دست خودش گرفته تا به روز آخر حفظ میکنه. بعد از اونم میدونید که بعد از اونش تئاتر خیلی خوبی داشتیم، کلیسای ایرانی ما هم شرکت کردم، بسیار زیبا بود، بسیار افراد معروفی در اون بودن و خیلی خوشحال شدم که دیدم یک ایرانی عزیز که جزو هنرمندان هنرپیشه ایران بودن و از ایران اومدن در این مجلس بودن و قلبشون رو به عیسی مسیح سپردن. یعنی گریه که این مرد میکرد چقدر واقعا عزیز بود، این گریه چقدر زیبا بود که ببینی یک فرد خب واقعا موقعیت خودش رو از دست داده تو ایران به هر دلیلی که بوده، حالا امروز میاد، حالا همه دوربینا میره ببین که این ربیشه کی بوده، نه بگیریمش فلانش کنیم اینا، ولی واقعا برکت گرفتیم. خیلی ایمان آوردن، ولی یه دونه که ایمان آورد ایرانی بود من دیگه لذت بردم. بسیار تئاتر قشنگ بود، جای دوستان ایرانی ما خالی، برادرها و خواهرای عزیز ما که از این چیزا محروم هستید تو ایران. امیدوارم ما صحبت کردیم اگه بشه یه روزی یه همچی تئاتری حداقل زیرنویس فارسی براش بذاریم، پخشش کنیم، استفاده کنیم. و بعد دیروز هم که اون آقای دکتر آمده بود که من پارسال در کنفرانسشون بودم، بله. به کلیساشون رفتم. من چقدر زیبا بود عزیزان، ایشون تعریف میکرد، یکی از کشیشان معروف هست آقای دکتر جری سوال که افتخار دیدنش رو من چند بار داشتم، مرد 65 ساله و تعریف میکرد مرد ایمان که وقتی در یک کلیسایی بودن و واعظ موعظه میکرد ناگهان از کانون شادی دویدن و آمدن و گفتن دختر 13 ماهه شما دستش دچار اتفاق شده. بله. و بعد به حدی که این 3 انگشت کنده میشه، 4 انگشت کنده میشه. و بعد خیلی با افتخار و عظمت تعریف میکرد که چگونه وقتی نزد دکتر رفتن و دکتر بودایی بود، یک چینی بودایی بود، ایشون گفتش که هیچ امیدی وجود نداره، بچه شما متاسفانه تا آخر عمر انگشتش از دست میده. و مرد ایمان کسی که به خداوند نگاه میکنه، نه به شرایط، نه به انسان، نه به خبرها، نه به چیزهای دیگه، گفت غیر ممکنه چه اتفاقی بیفته چون عیسی مسیح دیروز و امروز تبدیل به آباده. من این خانمو چند بار دیدم و بعد تعریف میکنن که بعد مدت 6 ماه هیچ چیزی نمیشیدم. من میخوام بگم برایزانی که برای مطلبی دارید دعا میکنید، شما کاملا شاید دلتون شکسته، باور نمیکنید، مگه میشه آخه همچین اتفاقی بیفته؟ تمام شواهد نشون میده که غیر ممکنه. از این شهادت نمونه بگیریم. و دوست عزیزم تعریف میکنم، گفت برای 6 ماه با خانمم تصمیم گرفتیم تلویزیون نگاه نکنیم،
تصمیم گرفتیم اخبار گوش نکنیم، تصمیم گرفتیم با کسایی که میگن نمیشه صحبت نکنیم. و من میخوام بگم با بعضی از دوستاتون باید قطع رابطه کنید، با اونایی که سخنان منفی میگن، سخنانی که میگن که حالا دیگه گذشته و نمیشه و از بین رفته و طوری که به ضد کلام خدا سخن میگه، باید قطع رابطه بکنیم. دوستشون باید داشته باشیم البته، ولی اینا باعث برکت ما نمیشه. و بعد میگفت هر روز ما بالا سر این دختر زیبامون رفتیم و چی رو اعلام کردیم؟ آیاتی رو که شفا رو میگه، آیاتی رو اعلام کردن که خداوند ما قادره. آمین. و وقتی دست دختر رو باز کردن برای مدتی چون بعد بسته از 6 هفته من گفتم 6 ماه آره 6 هفته اینو بسته بودن و دکتر گفتش که اصلا امکان نداره این بتونه ناخون داشته باشه. همون دکتر بودایی. بعد داره. که رفتن دست دخترشون رو باز کردن، اصلا خود دکتر تعجب کرد و یا وحشت کرد، چون امکان نداشت. بله وحشت کرد. خودش گفتش که امکان نداره که بتونه انگشتش سالم بشه از نظر پزشکی. اما ولی خدای ما که ما رو آفریده میتونه از نو بیافرینه. کار خدا آفرید. این خانم اینجوری که من فهمیدم 2 سال از من کوچیک‌تره، ولی 4 تا انگشت سالم داره. کلام رو موعظه میکنه. انگشت از بین رفته، گفت انداختش تو اون ظرف، گفت به درد نمیخوره دیگه، بنازش دور. بچه 13 ماه. چقدر سخته ولی چقدر زیباست که خدای ما عمل میکنه. آمین. و من حتما میخوام توی برنامه بعدی که در آخر خواهم گفت راجب چی صحبت میکنیم، میخوام بیستم راجب این موضوع با هم صحبت کنیم و اینکه چگونه خداوند ما عمل میکنه. بسیار عالی. ما سوالای شما عزیزان رو جواب میدیم. ما موزیک ویدیو زیبایی داریم و برنامه پره. آقای افشین رو گویا از دوستانی که بعد شهادت دادن، درسته؟ اینجا نوشتم برام. آقای افشین بفهمید، برادر عزیز، دوست عزیز، در خدمت شما هستیم. تشریف دارید؟ آقای افشین. بله، من مدتی پیش خانمم باردار بود، بچه‌مون 5 ماهه بود. متأسفانه به همون دلیلی که الان آمار استرس جنین در کشور ما بالا رفته، به همون دلیل هم بچه ما سقط شد. و ما متاسفه از این موضوع تا اطلاع نداشتیم. شاید اگر میدونستیم که بچه‌مون دچار مشکل شده، زودتر از اینها تماس میگرفتیم و از شما خواهرها و برادرای خوبم در آن سوی دنیا خواهش میکردیم که برامون دعا کنید. بله. متاسفانه اینو ما نمیدونستیم. بعد از اینکه بچه سقط شد، ما متوجه شدیم قرار شد که از شکم مادرش خارج بشه. خب به خاطر مشکلاتی که داشتیم یه چند روزی به تعقیبی افتادیم خروج بچه از شکم مادرش. بعد دوچار مشکل شد، یعنی فورت وارد خونه همسرم شد. بعد ای خداوند، یه بار دیگه تکرار کنیم. داریم گوش میکنم عزیزم، داریم گوش میکنیم. بله بله، عفونت وارد خونه همسرم شد و بعد از اینکه بچه از رحم مادر خارج شد، همسرم دچار چسبندگی رحم هم شد. یعنی همینجوری مشکلات بیخ میگرفت. ما خودمونم مشکلمون یه جوری بود که تا حدودی نمیتونستیم، یعنی از نظر هم مالی هم چیزهای دیگه مشکل داشتیم و هی شرایط برامون سخت‌تر میشد. تا وسط های راه رفتیم ولی دیگه از درمان یه جورایی ناامید شده. هیچ راهی نداشتیم، فقط اینکه یادم افتاد که یه خدایی داریم که اون کمکمون میکنه. شکر. دوستم رضا، همون کسی که منو با خداوندگار خودم عیسی مسیح آشنا کرد، باش تماس گرفتم، گفتم که برام دعا کن. تنها کاری که میتونیم انجام بدیم الان فقط دعا کردن برای همدیگه است. اونم گفت که باشه. بعد روزن نیم ساعت بعد تماس گرفت، گفت که با شما تماس گرفته و قرار شده شما هم برام دعا کنید. بعد شما با من تماس گرفتید و گفتید با هم دعا میکنیم و با هم دعا کردیم که خداوند همسرم رو شفا بده. خیلی باور نکردنی بود. یعنی فردا وقتی که رفتیم دکتر، دوباره دکتر از خانمم آزمایش گرفت، بعد دو تا آزمایش دیروز و اون روز رو با هم مقایسه کرد، گفت غیر ممکنه، یه بار دیگه آزمایش کنید. گفتم خانم دکتر، ما دیگه مشکل داریم، همین یه آزمایش هم به زور انجام دادیم. گفت نه، هزینه‌شو من میدم، هزینه‌شو من میدم، یه بار دیگه. و باز وقتی آزمایش داد، نتیجه آزمایشو که گرفت، گفت که خانم دکترم از اون مسلمانای خیلی مقدس بود. گفت آقای محترم، یه چیز غیر ممکنه مگر که عیسی مسیح
زنده شده باشه و خانم شما رو شفا داده باشه. منش گفتم که اشتباه نکن، عیسی مسیح زنده هست، زنده بوده و زنده خواهد بود. و خدا رو شکر میکنم که همسرم الان سالمه و هیچ مشکلی نداره و این رو فقط از جلال از آن خدا بنده. هللویا هللویا، واقعا تبریک میگیم بهتون، دعا میکنیم. من دوست دارم افشین بود اسمتون، دوست دارم که حتما یک ترتیب بدن عیزان در پشت تلفن ها برنامه بذاریم که من برای همسر ایشون به طور خاص دعا بکنم. و خواست خدا اینه که برکت، در واقع خود خدا گفت تکثیر بشید، زمین رو پر کنید و دعا بکنیم خداوند در وقت خودش بهترین فرزند رو به شما بده. ما هم همینطور متاسفانه شنیدیم که برادر شما و همسرشون چند روز پیش بچه‌ای که در رحم بود از دست دادن، ولی من وقتی به فیسبوکش رو نگاه کردم به طور خاص دیدم که چطور خداوند آرامش میده. سخته، ما هم بچه اولمون از دست دادیم، ولی خداوند فیض میده، خداوند رحم میکنه و در واقع اجازه میده که نامو جلا براتون دعا میکنیم. عزیزان عزیزان چپ و راست دارم برای من چیزی مینویسن، اجازه میده که در وقتش براتون چیز میکنم. حتما برای جمال عزیزم دعا خواهیم کرد. من میخوام برای که جو برنامه عوض بشه و بعد در واقع خودم جلو بریم، یکی از سوالا رو با شما مطرح کنم یا بخوام شما مطرح کنید؟ چون من مطرح کنم نه، میگه که سوالا رو بپرسم. مهسا از اروپا، این آقای عزیز رو هولد نذاشتین صداشون؟ من هولد میذارم. چش بفرمایید، تو گوشم داشتن یه همسر خوب خوبی شده. مهسا از اروپا سوال کردن از کجا اراده خدا رو در مورد ازدواج هم بدونن. بله، این یک مورد دیشب ضبط نشد، همیشه ضبط میکردیم جز دیشب. آره دیشب و... خیلی قشنگ راجع به اراده خدا صحبت کردیم. آره مردید. من شاید شنبه دوباره این کارو کردم به خاطر که خیلی نیاز هستش و دونستن اراده خدا یکی از مهمترین مسائلی است که در مسیحیت وجود داره نازنین جون، و بسیار مهمه که ما تشنه شنیدن صدای خدا باشیم. بسیاری از مردم هستن ایمان دارن ولی زیاد دقت توجه نمی کنن به شنیدن صدای خدا و دانستن اراده خدا برای زندگیشون. مردم از این کلیسا به اون کلیسا میرن، از اون شهر به اون شهر میرن، از این خونه به اون خونه میرن گاهی وقتا، ولی بدون که بدونن اراده خدا چیه. و من تاسف میخورم برای اینجور افراد. و من وقتی کلام دیروز شب موعظه کردم، شما یه مقدار فعالیت داشتید به خاطر اتفاقی که افتاده بود، و عرضم به حضور شما به این فکر میکردم چه گناه بزرگیه که ما میدونیم باید اراده خدا رو تو زندگیم بدونیم ولی دنبال این قضیه نیستیم. بسیار گناه محسوب میشه. یعنی من دیروز که کلامو آماده میکردم برای که در کلیسا موعظه کنم، واقعا دیدم چقدر گناه بزرگیه. چون در یعقوب میگه اراده خدا رو بدونید، این خواست خداست برای فردا بدونید، ولی ما بی توجه میگیم حالا میکنیم، اگه شد شد، نشد نشد، این اتفاق نیفتاد این اتفاق. و من تبریک میگم به مهساها که براشون مهمه که اراده خدا رو تو ازدواجشون بدونن. اولا کلام خدا، مهسا جان یا دوستانی که میخواد ازدواج کنید، به ما تعلیم میده که در واقع ازدواج یک مسیر باید با یک مسیر بشه. ما کاملا احترام میذاریم به همه، باید بذاریم چون مسیحی هستیم، چون خداوند این رو به ما یاد داده، ولی از طرف دیگه در واقع خیلی اهمیت داره بدونیم که خدا میخواد یک مسیحی با یک فرد مسیحی ازدواج بکنه، مخصوصا اینکه شخصی باشه که روحانی باشه. ولی باز در ازدواج مسیحی با یک مسیحی هم بسیار مهمه که با اراده خدا رو بدونیم. هر دختری هر پسری برای هم توی کلیسا، جالب اینجاست فقط خدا میدونه که چه کسی میتونه اون فرد مقابل رو، طرف مقابل رو خوشبخت بکنه و اراده خدا انجام بشه. بنابراین کلام خدا به ما نشون میده ما از کجا میتونیم اراده خدا بدونیم. اولا کلام خدا بهترین منبعه که من یه اشاره کردم که چطور خداوند میگه باید با ایماندار ازدواج بکنیم. دوم شنیدن صدای روح قدوس هستش. میدونی وقتی ابراهیم نوکرش رو فرستاد بره برای فرزندش همسر پیدا کنه، او رو با برکت فرستاد، گفت برو وقتی این شواهد رو دیدی. اون موقع عهد عتیق به این شکل عمل میکردن، خدا از این طریق سخن میگفتش. و بعد نکته که جالب اینجا هست برای ما اینه که ما باید در انقدر رابطه نزدیکی به خداوند داشته باشیم که بتونیم صدای روح قدوس تشخیص بدیم که کی باید با کی ازدواج بکنه. واقعا اینجاست، یک نفر یه عزیزی گفت که خب خدا مثلا چند نفر رو میذاره سر را، بعد به شما نشون میده کدومه. اصلا غیر ممکنه. نه، خدا میدونه که یک فرد، من میخوام بگم من هی نمی جلو خودم میگم چون من ازدواج کردم، یک فرد یه آقایی میدونه که مجرد هستش، تنها خدا میدونه که چه همسری برای وجود داره، اون همسر کجا هست، داره چه خصوصیاتی هست و کجا قرار گرفته. خب اگه خدا آینده رو میدونه و اون فرد رو میدونه که کجا قرار گرفته، بهترین راه چیه؟
که بری دعا بکنی. پس نکته سوم دعا کردنه. کلام بخونی، از روح القدس پر بشه، حالا ترتیبش زیاد مهم نیستش. دعا بکنی و چهارم که گاهی وقتا مردم این کارو نمیکنن. ایماندارا این کارو نمیکنن و متاسفم چون خودشون بعدا ضربه میخورن، مشورت کردن. ما کلاسایی داریم، خود من بارها با کسای مختلف خصوص صحبت کردم، بهشون میگیم پری مریج، کلاسای قبل از ازدواج. افراد رو میاریم، باهاشون میشیم صحبت میکنیم، مشورت میکنیم، دعا میکنیم و بعد افراد در این دوره، من شما هم داشتیم با کشیشم اگه یادتون باشه، برادر ادوارد عزیز، جاشون خالیه، و از اونجا با عزیزان صحبت میکنیم تا اراده خدا رو بدونن. خیلی من اعتقاد دارم که یک از مشکلات بزرگ جامعه ایرانی، نه فقط ایماندارا، نداشتن کلاسای قبل از ازدواج هستش و این عامل باعث میشه که بعد از ازدواج از دعوا شروع بشه. چرا؟ چون افراد با هم نشستن صحبت بکنن، نشستن بگن راجع به ازدواج چی فکر میکنن، راجع به خانواده، راجع به بچه دار شدن، راجع به مسائل مالی و و و چیزهای دیگه. مثلا در جامعه بسته مثل جامعه ایران مردم حتی نمیتونن بشن با هم صحبت بکنن راجع به مسائل جنسی. شاید در همین تلویزیون هم صحبت کنیم خیلی براشون دشوار باشه، در صورتی که اینا عواملیه. من اکثر مشکلات زن و شوهر رو که بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که خیلی از این مشکلات مسائل جنسی شروع میشه، کسی با هم حرف نمیزنن. در صورتی که تو جامعه مثل آمریکا کلاس های هست، افرادی هست میرن میشینن اونجا، مشاورینی که درس خوندن، تحصیل کردن، تجربه دارن و این چیزها رو میآموزن تا اینکه افراد بتونن یک زندگی موفق ازدواجی داشته باشن. ما در وبسایتمون simamasi.com چند تا مقاله راجع به ازدواج موفق داریم، اگر عزیزان میخواهید نگاه بکنید. مطمئنم که در جای دیگه هم بسیار مقالات مفیدی وجود داره، ولی مثلا جان باید دعا بکنید، باید به نفر مشورت بکنید. و نکته آخری که میخوام بگم اینه که شرایطو بسنجید. اگر من مثلا تحصیل نکردم نمیتونم با کسی ازدواج بکنم و انتظار داشته باشم موفق بشم که شخص مثلا خیلی سطح سوادش بالاست. معجزه میشه اتفاق بیفته البته. ما ایماندارا برای اینکه کیچی داره کیچی نداره با هم ازدواج نمیکنیم، ولی باز مهمه. یعنی من اگه میخوام بگم اگه مثلا یه شخصی لیسانس داره، خب بعد نمیشه که اون شخصی که دیپلم هم نگرفته پایین هم هست بیاد خودش رو به اون سطح برسونه. از نظر مالی همینطور، از نظر قومی همینطور. یکی از سوالی که شما قبل از جلسه کردید، گفتید یه آقای آشوری، گفتن یه آقای یه دوست آشوری میخواد، سوالشون این بود آیا من میتونم با فارس ازدواج کنم. البته من میدونم که آشوری ها یه ذره و ارامنه کلن با غیر خودشون ازدواج نمیکنن. من احترام میذارم به این قضیه، ولی همونطور که عرض کردم ابتدا، اولین چیزی مهم نیستش به نظر من. حالا شاید دوستان آشوری ارمنی زیاد لذت نبرن از این صحبت من، اشکالی هم من با آشوری ارمنی بزرگ شدم، خیلی هم دوستشون دارم. اولین چیز اینه که خدا چی میخواد. خدا چی میخواد؟ اگر خدا، خب ما میدونیم که فاکتور اول اینه که هر دو باید ایماندار باشن، فاکتور اول اینه که خواست خدا رو بدونیم. من گناهی نمیبینم تو این قضیه، متا میدونم مسائل اجتماعی وجود داره که دوستان آشوری ارامنه دارن میگن که خب ما میخوایم قوممون ادامه بده پیدا بکنه، ما میخوایم که و خیلی مسائل فرهنگی که در گذشته تو ایران متاسفانه وجود داشته. من واقعا متاسفم تو جامعه مصر ایران چقدر ارامنه و آشوری آزار دیدن به خاطر که اقلیت هستن، همونطور که امروز هم داریم ما جفا میبینیم، اینا نجس هستن، اینا چی هستن، اینا چی هستن. و ولی از طرف دیگه من اگه بخوام بچه‌هام ازدواج بکنن، ترجیح میدم با یه فارس ازدواج بکنن، با کمال احترام ها. یعنی اگر پسر من بخواد بره با یه چاینیز ازدواج بکنه، خب من و خواست خدا باشه من حرفی ندارم، ولی من ترجیح میدم که پسر من، دختر من، حالا چند تا بچه داره بمانن و بچه‌های من با کسای ازدواج بکنن که هم زبونن، هم فرهنگن و چیزای دیگه. فکر کنم این میخوره به اون شرایط، اون نکته شرایط که گفتین، چه از نظر مالی هم سخت باشه، از نظر تحصیلی هم سخت باشن. فکر کنم همین فرهنگی هم سخت باشن. بله. خیلی بهتر هستش. من ترجیح میدم. آره. بهتر هستش، ولی این دلیل نمیشه که حالا گناه میکنن. نه. اگه با یه چاینیز ازدواج کنم به قول شما چه شود؟ همش بعد از این برنجه شفته بخوری؟ حالا شما تازه بگی یه پسر، آقا پسری که با قرمه سبزی مامانش بزرگ شده، با آب گوشت بزرگ شده، نمیدونم با چلو کباب بزرگ شده، حالا بعد بره مثلا چاینیز بود و غذای شیرین خوشمزه است بعضی از اینا. آره بعضیاش. ولی نازنین جون من که کره رفتم 10 سال پیش و به فیض خدا سلام میفرستم به ایماندارامون در کره، در سئول، اونجا رفتم 10 روز من جفا دیدم. یعنی این غذای چینی و کره‌ای که ما اینجا می‌خوریم طوری درست شده که ما ایرانی‌ها، ما آمریکایی‌ها لذت ببریم، ایرانی‌ها
و آمریکایی مختلف، ولی اونجا که میری انقدر بدمزه است، برای ما بدمزه، اونا لذت میبرن، چون اصل دیگه اونجا اصل. حتی مکدونالدشون مزه خودشونو میده. نه آره پس برای غذا هم شده، اگه شکمو هستید حتما با قوم خودتون ازدواج کنید. البته غذاهای آشوری ارمنی، مخصوصا اون بوشله آشوری، یعنی هر کی کلیسای ایرواین ما میاد با داستان بوشله آشنا میشه، این بوشله چی هستش. به هر حال این چیزی که خیلی مهمه، من میخوام قبل از که بریم و این ویدیوهایی که تهیه شده رو ببینیم و سرود زیبایی رو که کشیش عزیز رو الان میگم خدمتتون برای ما فرستادن ببینیم، میخوام سوال دومم جواب بدیم. مال سیاوش عزیز. سیاوش از ایران گفتن سلام، کلام شما سراسر مهر و مهربانی، چیزی که همیشه دنبال آن بودم و اینک در حرفای مسیح میبینم. میخوام که مسیح شوم، میتوانید کمکم کنید؟ چطور میتوانم به مسیح نزدیک بشم؟ اولا من یه تبلیغات بازرگانی دیگه بکنم. ما تو وبسایتمون یک مقاله داریم به نام مسیحیت چیست، البته کتاب مسیحیت چیست داریم کلا، و اونجا راجع به گناه صحبت میکنن. چرا این مقاله رو معرفی میکنم؟ چون اونجا به ما میگه که چرا باید مسیح بشیم، چرا مسیح احتیاج داریم. ولی میخوام 10 قدم رو اینجا عزیزان، 10 قدم، خودکارو بردارید، کاغذو بردارید، 10 تا قدم رو برای نزدیک ماندن به خداوند بگم که هم ایماندارا بهره ببرن، هم دوستان عزیز که میخوان مسیحی بشن و در مسیحیتشون موفق بشن. واعظین عزیز بشتابید که 10 قدم به درد موعظه میخوره. اولیشو شما بگید. میگه از خدا نگریزید. بعضیا فرارین از خدا چون احساس میکنن که گناه کردن و امکان نداره خدا اونا بپذیره. بله. برای همین فرار میکنن، نمیخوان به حضور خدا بیان، نمیخوان با خدا کاری داشته باشن، چون میگن وای خدا منو میگیره میزنه، منو تنبیه میکنه. ولی خدا رو شد، چون مذهب اینه اون خدایی که شما یاد گرفتین، بله اینه، ولی خدایی که انجیل به ما معرفی هللویا. میکنه خدای محبته، خدایی که میگه همانطور که هستی میخوامت، همانطور که هستی بیا نزد من. چرا؟ چون محکومیتمونو عیسی مسیح بر دوشش گرفته. یعنی اون تنبیهی که خدا باید شما رو میزد برای گناهانی که کردی، عیسی مسیح رو زد. و خدا به عیسی مسیح نگاه میکنه و لذت میبره از نجات شما، از وجود شما. و میگه که بیاید نزد من، تمامی گرانباران زحمت کشان، من به شما آرامش میدم، و آرامشی که من به شما میدم هیچ جای دنیا شما نمیتونید پیدا کنید. بله، اولین نکته اینه دوستان عزیز که ما باید از حضور خدا نگریزیم. دونه شخص زمانی از حضور خدا میگریزه که در گناه هستش. ولی کلام خدا به ما نشون میده از همون ابتدا خدا خدای مشارکته، خدا خدایی که میخواد با ما. پس اگه شما صدای خدا رو نمیشنوید، شاید علتش اینه که هنوز به مسیح ایمان نیاوردید. علتش حتما همینه، نه شاید، حتما اینه. وقتی شما به عیسی مسیح ایمان میارید میتونید صدای خدا رو بشنوید. نکته دوم، بنشینید و منتظر خدا باشید. دومی نکته مهمی که میتونه کمک کنه یه نفر مسیحی بشه یا مسیحی باشه که به خدا هر روز نزدیکتر بشه، اینه که بشینید منتظر اون باشید. من این چند هفته به چند نفر اینو گفتم، چقدر مهمه ایمانداران عزیز، داره کسی با شما صحبت میکنه که در گذشته چیزها رو تجربه کرده در زندگی روحانیش. کریسمس میشه 30 سال به مسیح ایمان آوردم با افتخار، و در این سالها یاد گرفتم اگر میخوای به خدا نزدیک بشی، باید بشینی و سکوت کنی، باید در حضور خدا باشی. خیلی از ما مثل پتروس هستیم، همش حرف میزنیم، همش حرف. مثل پتروس هستیم، مثل دیگران هستیم در عهد عتیق، میخوایم برای خدا یه کاری بکنیم، مثل مرتا هستیم، برای خدا غذا بیاریم. بشینیم در حضور خدا. خدا قبل از اینکه خدمت ما رو بخواد، قبل از اینکه بخواد ما برای او قدم برداریم، دنیا رو فتح کنیم، اول ما رو میخواد. اول میخواد با ما مشارکت داشته باشه. پس بنشینید و منتظر خدا باشید تا اینکه بتونید به او نزدیکتر بشید. و تو مزمور میگه بایستید و ببینید که من خدا هستم. بله. بعض وقتا از تقلاها و تلاشهای خودمون باید آروم باشیم و منتظر باشیم خدا آمین. عمل کنه. آمین. نکته بعدی اینه که بازگشت کنید و سمت او بدوید. بله. حالا که با گناهانتون اومدید، حالا که خدا شما رو پذیرفته، حالا هر لحظتون تشنه حضور خدا باشید. یعنی اینجا که میگه به سمت او بدوید، یعنی با شتاب، با اشتیاق، با تشنگی منتظر حضور خدا باشید. بله. تا اینکه خدا شما رو لمس کنه. نه فقط همین، نازنین جون، راجع به مشارکت وقتی صحبت میکنیم با خدا،
اولین چیزی که به ما کمک میکنه که بتونیم مشارکتی داشته باشیم با خداوند که او مد نظرش هست، باید توبه کنیم از گناهام. ما بیایم میگیم بازگشت. باید برگردیم به آغوش او. من اگه از گناهام توبه نکنم، نباید انتظار داشته باشم که خدا با من صحبت کنه و من بمانه. در نتیجه نکته بعدی اینه. و نکته چهارم، من میخوام برات چهارم تلفن رو جواب بدم. در نظر داشته باشیم که او همه جا هست. میدونید؟ وقتی ما میدونیم خدا همه جا هست، در هر جایی، در هر مکانی میتونیم به حضور او بریم. ادیان مختلف جهت‌های مختلف دارن برای عبادت. یهودی‌ها رو اگه ببینید به طرف دیوار اورشلیم دعا میکنن. هر جای دنیا باشن به اون سمت میایستن. دوستان مسلمان به سمت کعبه‌شون میایستن. ولی خداوند در هر جای حضور داره. همون جایی که الان شما نشستید، همون جایی که شما دارید فکر میکنید، همون جایی که دارید با یکی حرف میزنید، همون جایی که دارید یک عملی رو انجام میدید، خدا ناظر هستش. اگر ما میخوایم به اون نزدیک بشیم، میخوایم در اون رشد بکنیم، در حضور او باید بمانیم، پس باید در نظر داشته باشیم که اون همه جا هستش. بنابراین خیلی اهمیت داره که نکته رو داشته باشیم. نکته بعدی رو شما بگید بعد از اینکه تلفن آقای حسن رو جواب بدیم. آقای حسن بفرمایید. عزیزم دوست عزیز حسن بفرمایید. تشریف دارید؟ آقای حسن صدا. الو سلام. درود بر شما عزیزم بفرمایید. الو سلام. درود بر شما بفرمایید. سلام برادر باقستانی. جانم میشتم صداتون رو بفرمایید. الو سلام برادر باقستانی. اوکی من میذارم تو رو هولد تا عزیزان به من بگن که شما صدای ما رو میشنوید. بسیار عالی. نکته بعدی رو بگید. ترس رو ترک کنید و با او صحبت کنید. میدونید جایی که ترس هست خداوند نمیتونه عمل کنه. دقیقا. ترس انگار یک مانعه، یک پرده بین ما و خدا میشه. خدای ما روح ترس رو نداده. بلکه روح قوت، روح جرأت. پس با ترس و لرز حضور خدا نریم. اون احترام رو باید داشته باشیم، چون خدا بله خدای قادر مطلق، خدای متعال، شایسته جلال، شایسته بهترین هاست. ولی این ترسی که فکر کنم شما این منظورتون هستش، اون ترس و وحشتیه که مذهب رو ما بله. میذاره بله. و ما رو میترسونه. دقیقا اون ترس رو میگی بذاریم کنار و با اون صحبت کنیم، با اون مشارکت داشته باشیم. بله. مثل یک دوتا دوست، مثل یک فرزند و پدر با او صحبت کنیم، چون او میخواد صحبت درد دلهای ما رو بشنوه و میخواد با ما مشارکت داشته آمین. باشه آمین. و ما رو برکت بده. بله انجیل میگه خدا خدای ترس نیستش. نه. و ترس هم نده. من میدونم که در ایران خیلی ها میترسن و میخوام با احترام به شما عزیزان میگم، خوب گوش کن، با احترام، ولی حق دارم حرف بزنم. اون به خاطر مذهب شما هستش. مذهب شما روی ترس رو میاره. مذهب از هر نوعش روی ترس میاره، اما رابطه با خدا ترس نمیاره. مگه با همسرم مشکل داشته باشم هر موقع اونو میبینم ازش میترسم، ولی وقتی با اون مشارکت دارم، نزدیک هستم، یک دل هستم، دوستش دارم، اون موقع ترسی وجود نداره. چیزی نیست که اصلا مخفیش بکنیم. چقدر بیشتر در حضور خدا. خدا اگه میخواست ما از او بترسیم از آسمان به زمین نمیومد انسان بشه. خدا اگه میخواست ما بترسیم پسر یگانه خودش رو با روح محبت و شفقت نمیفرستاد. نکته بعدی، سکوت کنید و به او گوش فرا دهید. نه فقط بنشینید، بلکه سکوت کنید در حضور خدا و به او گوش فرا بدهید تا خدا با شما سخن بگه، تا بتونید به او نزدیک بشید. میدونید شما وقتی به مسیح نگاه میکنید، مسیح رو یه آدم پرحرف نمیبینید، یه آدم نمیبینید که فقط داره تعلیم میده تعلیم میده تعلیم میده. میدونید مذاهب یا فلاسفه یا طرز تفکرهای دروغی فقط تعلیم میدن، ولی روح محبت، روح شفقت، روح ترحم، روح عشق در اونها وجود نداره. اگر داشت مردم گریزان نبودن، اگر داشت مردم به ناامنی نمیرسیدن، به جای نمیرسیدن که هیچ گارانتی وجود نداره که من میخوام چیکار کنم، خب برم میخونم چیکار کنم، به کجا برسم. پس سکوت به ما کمک میکنه. نکته بعدی رو بگیزم. از او بخشش بطلبید. بله این میتونه همون بخشش از گناهان. من دقت کردم بعضی از ایمانداران که عشای ربانی نمیگیرن بله و این همین جوری میمونه و انگار از خدا بخشش نطلبیدن. میدونید وقتی شما یک اشتباه میکنید، ایماندار هستید، اشتباه میکنید، به حضور خداوند برید. او امین و عادله و شما را از هر ناراستی پاک میکنه و او شما را میبخشه. پس
اگه اشتباه کردید همون لحظه، همون موقع، وقتی ملزم میشید، وقتی میفهمید که گناه کردی، اشتباه کردید، برید به حضور خدا، از او بخشش به طلبید و شفا پیدا کنید. نذارید در اون ترس و در اون گناه بمونید و به محض این که شفا پیدا کردید در عشا شرکت کنید. بله. نذارید همون موقع در کلیسا که عشا میدن غافل نشید. بله. شفا رو بگیرید و همون لحظه شرکت بله. کنید. من همین که شما میدونید نزدیک 2-3 سال پیش خداوند با قلب من صحبت کرد. ما معمولا در کلیسا میشنم کسی گناه کرده بشینه و عشا نگیره، ولی خدا با من صحبت کرد و من به نتیجه رسیدم اگر ما قرار بشه هر ما این کارو بکنیم، هر بار این کارو بکنیم، پس کی میخواد در عشای ربانی شرکت کنه؟ ما باید در همون آن که گناه میکنیم، کی که گناه نکنه کلام خدا میگه، توبه بکنیم، بازگشت کنیم و از او بخشش بخوایم و شرکت کنیم. اتفاقا چرا؟ چون او پیاله برکته، میتونه زندگی ما رو شفا بده، برکت بده. اصلا عشای ربانی یادآور کار عیسی مسیح برای دقیقا. بخشش ما دقیقاً. پس وقتی شرکت میکنیم داریم میگیم متشکرم که منو بخشیدی. آمین. متشکرم. آمین. که برای گناهان من جان دادی، خونت ریخته شد. آمین. و من اینو با ایمان میپذیرم. آمین آمین آمین. نکته هشتم اینه که دیگرانو ببخشیم. این از دعای ربانی نشأت میگیره اگه یادتون باشه و ناشی میشه خداوند اونجا به ما گفت ما رو ببخشید که دیگرانو ببخشیم. چقدر ما در بین ایرانی ها و فارسی زبان ها احتیاج به بخشیدن هم دیگه داریم. می‌دونید اینکه کسی که منو دوست داره به ضد من کاری نکرده، من دوستش دارم، هنر نکردم، ولی کسی به ضد من حرف میزنه، به ضد من غیبت میکنه، به ضد من کاری میکنه و من اون رو میبخشم، دوستش دارم، دارم همون عملی رو انجام میدم که خدا میخواد، در نتیجه این کمک میکنه که من بتونم در نزدیک ماندن به خداوند خودم، به نجات دهنده خودم ادامه بدم و ارتباط داشته باشم. نکته نهم و دهم رو آقای حسین عزیز رو جواب بدیم. حسین جان، حسن جان بفرمایید. حسن هست، حسین. حسن جان بفرمایید. تلویزیون خاموش. سلام برادر باقستانی. درود بر شما عزیزم. بفرمایید. صداتون پخش میشه. سلام خدمت خانوادگانین عزیزم. خوب هستید؟ عالی، ممنون. برادر باقستانی، من میخواستم یه شهادت خودم رو بدم از زندگیم که مسیح در زندگیم چیکار کرده. آمین. اول جا داره از برنامه خوبتون شبکه محبت تشکر کنم. به خاطر که این برنامه ها رو میذارید. من از سن 9 سالگی به سیگار آشنا شدم. بعد از چند سال مشروبات الکلی میخوردم، بعد انواع اقسام مواد رو استفاده کردم. یه زندگی آشفته‌ای داشتم تا زمانی که مصرف میکردم. فکر میکردم با این موادها و اینا آرامش تو زندگی میاد، در صورتی که نه، وحشت و دلهوره و ترس و نگرانی و همه چی داشتم. بعد همینطور تو دنیای گناه آلود خودم زندگی می کردم. زمانی که در شریعت بودم، خانوادم چیزی یادم داده بودن که یه خدای جباریه، شمشیر به دست، اگه خطایی بکنی مجازاتت میکنه، فلان میکنه، از این صحبتهایی که در شریعت میکنن. من با خدای خودم یه بنگاه معاملاتی اون زمان درست کرده بودم. هرچی میخواستم میگفتم خدای یا فلان چی رو به من بده، منم برای تو 1 کیلو آجیل نزد فلان چه میکنم، یا فلان کار رو میکنم، یا فلان نزدی رو میدم. تا زمانی حالا از گذشتم دیگه نمیخوام بگم، گذشته گناه آلودی داشتم، زندگی با نکبت و این چیزا رو سفری میکردم. من امشب میخوام شهادتمو بگم که مسیح چجوری وارد زندگیم شد. شکر. زمانی که من پای مشروب میشستم، شبکه محبتی که نگاه میکردم، کشیشا که صحبت میکردم، میگفتن پشت در قلبت مسیح ایستاده، در باز کن وارد میشه. خب پای بسات بودم. من روی سخنم الان به اون برادرها و خواهراییه که حالا چه مشروب الکلی چه موادای دیگه الان مصرف کردین یا دارین مصرف میکنین، الان پای تلویزیون نشستین و صدای منو گوش میدید. منم همینطوری بودم. منم زمانی که نشسته بودم و صحبتها رو گوش میدادم، شهادت میدادم، میگفتم نه بابا الکی میگه این طرف، یعنی میشه
حالا مشروب شاید بشه، فلان شاید بشه، ولی سیگار نمیشه. سیگار هیچ کس نمیتونه ترک بکنه. خب یه شب پای بسار بودم و از مسیح خواستم وارد زندگیم بشه. این خودش که نمیدونم چه نیروی این کمک رو به این کرد. به اینکه مشروبم رو که گذاشتم زمین، الان از اون تاریخ نزدیک 2 سال داره میکاره. من قبلش ایماندار ایمان آورده بودم به مسیح، ولی هنوز مشروب میخوردم. بدم میومد، سیگار مصرف میکردم، خودم از خودم بدم میومد. میگفتم یه ایماندار نباید اینطور باشه. مسیح کی میخوای منو پاک پاک بکنی؟ و یه شب پای بسار پای یکی از برنامه ها نشسته بودم، با عشق به که مشروبم و زمین گذاشتم و دیگه تا الان وسوسه و همه چیشو از من مسیح گرفته. شکر. من میخوام به این برادرها و خواهرها بگم بله، قدرت خودمون نمیتونه. بله آمین. قدرتی که مسیح به ما میده میتونیم این چیزا رو ترک بکنیم. جلال از آن خداونده. اون برادر و خواهرایی که الان تو این برنامه نشستید، هر جایی دنیا که هستید، میخواید مسیح وارد زندگیتون بشه، من ازتون خواهش میکنم یه قدم بیاید کنار، به مسیح بگی تو وارد زندگیمون بشو. آمین. آمین. من اون موقع جلوی مسیح ایستاده بودم و میگفتم برام فلان کار بکن. الان من به شما همین کاری که خودم کردم میگم. شکر. بله. یه قدم بیا کنار و بگو مسیح تو وارد زندگیم بشو. آمین. آمین. مسیح تو سکاندار زندگی من بشو. جلال از آن خدا. آرامشی که بهتون میده و این زندگی که بهتون میده، اون آرامشی که الان به من داده، من اون ایماندارانی که میومدن پشت تلویزیون میگفتن نمیتونستم درک بکنم. بله. تو خودم چشیدم. بله. اون این نمونه الان پای در باغستانی خواهر نازنین، یه اصل خوب من مثلا خوردم، میام میگم من بیا این شیرین و فلان میسار، تو نخوری، درکش نمی کنی. آمین. وقتی زمانی که وارد زندگیم شد یه آرامشی به هم داد. برای باقستانی من کسی بودم که یه موضوع کوچیک رو تو خانوادم به یه کوه تبدیل میکردم. کوه مشکلاتی که رو دوش خودم میداشتم و کوله بارش میکردم. مسیح وارد زندگیم شد، یه آرامش به هم داد. هللویا. الان کوه مشکلاتم که بیاد آه میشه به واسطه مسیح. یه فوت میکنم از زندگیم میره بیرون. هللویا. خدا برکتتون بده برادر عزیزم. خانومم مرسی. بدرفتاری داشتم با بچه هم تو خونه، بدرفتاری داشتم. ولی از زمانی که مسیح وارد زندگیم شد، مسیح تو کام زندگیم رو گرفته دست. بله. زندگی آرومی داریم. ممنون حسن عزیزم. آمین آمین آمین. خدا برکتتون بده. من اگه عالی وقت داشتم میذاشتم ایشون ادامه بده همینجوری، چون بسیار از دل برمیخیزه و مشخصه. آمین. که واقعا کار عظیم خدا در زندگی ایشون هست. مسیح هم گفت بچشید و ببینید. آمین. که خدا نیکوست. آمین. میدونی؟ آمین. بچشید. خب عزیزم گفتن که شما که نشستید و دارید مشروم، واقعا امتحان کنید. آمین. و میبینیم، یعنی تولد تازه رو، تبدیل شدن رو میبینیم در زندگی. آمین. ایشون. بله. خدا رو شکر. خانم فاطمه خیلی منتظر شد. ببخشید، درود بر شما، بفرمایید. خانم فاطمه بفرمایید. تشریف دارید؟ الو؟ بله بفرمایید، صداتون رو میادش. سلام کش باقستانی، خسته نباشید. مرسی عزیزم، بفرمایید. همچنین من خدا رو شکر میکنم برای وجود شما، خدا بهتون برکت بده. مرسی. صداتون البته برای من زیاد خوب نمیاد، ولی خب زنگ زدم که شهادت زندگیمو بدم و تشکر کنم از شبکه محبت و واقعا برنامه های پرمحتوای شما که از 7 سال پیش تا حالا من نگاه میکردم و برکت زیادی گرفتم و فکر میکنم خیلی از عزیزای ما تو ایران از برنامه‌های شما برکت میگیرن. عزیزید 7 سال ما رو میبینید، خدا برکتتون بده. خدا من قوت و برکت بهتون پارس بده. بله مرسی. قبلا من اومدم رو خط صحبت کردم، ولی دوست دارم یک بار دیگه بگم که واقعا طبق گفته این برادر قبلیمون که میگه باید بچشیم و ببینیم که خداوند نیکوست، تا خودمون نچشیم باور نمیکنیم اینو. واقعا مثل اون عسلیه که باید خودمون بچشیمش. 7 سال پیش من به مسیح ایمان آوردم، خیلی راحت، یعنی با اون کلام شیرینش که تو انجیل نوشته بود که توی یه کتاب، من تکیه هایش رو گیر آوردم، این کتاب روانشناسی بود، تکیه هایی از انجیل رو نوشته بود و من مشتاق شدم به انجیل از طریق شبکه شما گرفتم و
این برکت وارد زندگی من شد، بعد از من دخترم، شوهرم، پسر، دو تا پسرام به مسیح ایمان آوردن و این بزرگترین افتخاریه که من تو این دنیا خداوند به من داده. شکر. که اسمشو عیسی خداوند روی زندگی من گذاشته. و در نام عیسی میطلبم. خداوند همونجوری که در کلامش وعده داده، گفته تخت پادشاهی من در ایلام برقرار خواهد شد. به اسم عیسی مسیح آرزو میکنم اون روز رو ببینیم ما تک به تک. چون در ایران بودم، بشارت میدادم و میدیدم که چجور مردم تشنه و گرسنه هستن که این کلام رو بشنوند. و در نام عیسی میطلبم اون روز برسه که در مملکت ما آزادانه ملت بتونن خدا رو پرستش کنن، خدای آمین. زنده رو پرستش کنن، نه مرده ها رو. آمین. در نام عیسی مسیح خداوند میطلبم و از تک تک خواهر و برادر که این لحظه صدای منو میشنوند، میخوام که برای این مسئله، برای ایران متحد دعا کنن. آمین. مخصوصا برای عزیزایی که در زندان داریم، برای بله. عزیزی که در شرف اعدام شدنه، برای کشیش خودمون برادر بهنام ایرانی و بقیه عزیزا که الان زیاده بخوام اسمشونه بیارم، دعا کنن که خداوند درهای همون جوری که زنجیرها رو از پای پولس باز کرد، از پای این عزیزا باز کنه و از زندان آزاد بشن، چون خانواده هاشون بچه های کوچیک دارن و میخوام که از خواهر و برادر رو در اتحاد دعا کنن برای اینا. من خیلی حرف ها داشتم بزنم، ولی خب به خاطر که وقت به عزیزای دیگه هم بدم صحبتم کوتاه میکنم و فقط همینو میگم که واقعا از خدا میخوام که به شما برکت بده و قوت بده که هم برنامه ها رو ادامه بدین، چون تو ایران بودم و دیدم که چجوری از این برنامه ها استفاده میشه. جلال از آن خدا. مرسی عزیزم. مرسی قرنازین، به شما سلام میکنم، خداوند بهتون برکت بده. خیلی مرسی، خیلی ممنون از تماستون. واقعا چقدر عالی، خداوند در همه جا کار میکنه. همه جا، مخصوصا در ایران عزیزمون. شما هر موقع اسم ایران میاد بله احساساتی میشین. واقعا ایران برای ما خیلی عزیزه، ایرانی ها برای خداوند عزیزن. خداوند برای تک تک شما هموطنان عزیز جان داده و خدا بله. میخواد که شما ایمان بیارین. بله. نمیخواد، این خاص خدا نیست که شما تو مذهب، تو غم، تو افسردگی، در تاریکی باشین. خدا امید. میخواد شما رو بکشه بیرون و به شما حیات بده. امید. شما زندگی بده، آرامش، شادی، خوشی. بله. بهترین زندگی رو بده. خب یکی از دوستان عزیز ما، رضا، دوست افغان ما، قلبشون رو به عیسی مسیح سپردن. رضای عزیزم، برادر عزیز، خدا رو شکر، تشریف دارید. درود بر شما عزیزم، خوب هستید؟ برای من نوشتن که شما قلبتون الان به عیسی مسیح سپردید، درست عزیزم؟ تشریف دارید؟ آقای رضا. الو. صدای منو میشنوید عزیزم؟ الو. اوکی، ایشون مثل که صدای ما رو نمیشنه. من اتاق فرمان عزیز. نکته 9 و 10 رو بگید تا من بیشتر از این احساساتی نشدم. از او بخوایم که ما رو نجات بده. آمین. از خدا بخوایم که ما رو نجات بده. و نکته آخر اینه که زندگی خودمون رو به او تقدیم کنیم. بله. خیلی مهمه که اگه میخوایم در مسیر رشد کنیم، ایماندار قوی بشیم. و خیلی مهمه که هر روزه زندگیمون رو، افکارمون رو، تصمیماتمون رو، احساساتمون رو به خود عیسی مسیح تقدیم کنیم، تا اینکه او با روح القدسش بیاد و این جان ما رو تازه کنه. چون اون احساسات، اراده، افکار، اینا در جان ما هستش، اینا شخصیت ما هستش و اینا باید تبدیل بشه، اینا باید مطابق بشه با روح خدا. آمین. و تقدیس بشه. خیلی مهمه که پس هر روز خودمون رو به عیسی مسیح، به خداوند تقدیم کنیم. آمین آمین. پس این 10 قدمی هستن عزیزان که ما کمک میکنن که بتونیم برای در حضور خدا نزدیک بمانیم و برقرار بمانیم در ایمان مسیحمون. دوستمون سیاوش سوال کوچیک کردن، از این فرصت، از این بهانه استفاده کردیم. دوستان عزیز، اگر شما طالبی هستی که بدون تو دوست ما رو دیگه من اینجا نوشتم، برمیگردیم سریع میگیم، ولی اگر خواستید تو فیسبوک من میتونید تشریف ببرید، فیسبوک من نازنین جان، اونجا این 10 قدم میذارم و خوشحالم که بعضیا این چیزها رو پیگیری میکنن و بعد نگاه میکنن و برکت میگید. خب دوست عزیزمون، خواهر گرامیمون گفتن که در ایران عزیزانی هستن که محکوم به اعدام شدن. منم شنیدم آقای یوسف نظرخانی، متاسفانه ایشون رو از نزدیک من نمیشناسم و نمیدونم دقیقاً به چی ایمان دارن، ولی به عنوان یک انسان
خیلی متاسفم برای اتفاقی که داره میفته. میدونم دنیا به هم ریخته، از سفیر و سفرا و رئیسا و پادشاهان این دنیا، بله عکس ایشون هستش، میدونم که داره خانواده هستن و فرزند کوچیک دارن. وقتی من این بهانه شد که به آمار در واقع اعدام نگاه کنم تو ایران، واقعا دلم شکست، واقعا دلم شکست. و شما میتونید ببینید که توی من در من چقدر روی در واقع نگرانی برای افراد هست. متاسفانه میگن که در آمار اعدام در ایران، ایشون فقط صرفا به خاطر که اسم مسیح روشون هست، از جهان، از دنیای اسلام بیرون آمدن و مسیح شدن، حکم اعدام بهشون دادن. بله، و ایشون اعلام کردن که عیسی مسیح خداوند منه. و من اینو خوندم تو روزنامه که دادگاه بهشون گفتش که شما برگردید. میگه به چی برگردم وقتی من خدا رو دارم؟ و اونا گفتن بله، برگردید به دین اسلام، که ایشون ایستادن و گفتن که وقتی من حقیقت رو پیدا کردم چجوری برگردم از حقیقت، بله، از راستی، بله. و به خاطر همین محکوم شدم متاسفانه. نازنین جان، خداوند در کتاب مقدس ما نشون میده خدا انسان شبیه خودش آفریده. یکی از اون چیزهایی که در انسان وجود داره خصوصیت عالی اراده آزاد هستش. یعنی من و شما که مسیح هستیم و کشیش هستیم، داریم خدا رو خدمت میکنیم، حق نداریم به کسی بگیم که تو به چی ایمان داری یا نداری. میتونیم بهشون بگیم به مسیح خداوند نجات ایمان بیار، نجات. و ما خیلی رو تشویق میکنیم، بله، به عیسی مسیح ایمان بیار، آرامش میگیری، ولی هاشا این که بخوایم مجبور کنیم. خدا کسی رو زور نمیکنه. خدا اون آقایی که نشسته ضد خدا مینویسه خدا وجود نداره، من به خدا ایمان ندارم، با او کاری نداره. ولی متاسفم در اون سیستم. عزیزان، دوستان عزیزی که دارید نگاه میکنید و مسیح رو دوست ندارید، عزیزان من، خداوند شما رو دوست داره. وقتی شما دارید ضد یک مسیحی میستید، یک شخصی که به عیسی مسیح ایمان میاره، اون شخص رو محکوم به اعدام میکنید، خانواده او رو آزار میدید، یک زنی رو از شوهر محروم میکنید، یه بچه رو از پدر محروم میکنید، ضد خدا دارید میستید. ضد خدا دارید، دقیقاً دارید ضد خدا میستید. حالا اگه کسی اعدام، یک کسی رو کشته بود، تجاوز کرده بود، شما طبق قوانین خودتون هر کار دوست دارید میتونید بکنید. ولی وقتی یه نفر چیزی رو انتخاب کرده، شما حق ندارید کسی رو اعدام بکنید. حق ندارید به کسی به ضد خدای او بیستید. اگر شما میگید که عیسی پیغمبر اولوالعزم هستش، چرا باید ضد کسی بیستید که عیسی مسیح ایمان میاره؟ چرا من یه شخص رو محروم کنم؟ چرا من نباید در مملکت خودم باشم؟ مگر ضد قوانین اجتماعی بلند شده کسی؟ یک دوز، یک سیگاری، یک معتاد، یک مواد مخدر استفاده کن، یه مشروب خور آمده به عیسی ایمان آورده، دو سال لب به مشروب نمیزنه. شما این رو بد میدونید یا خوب میدونید؟ بعد خیلی خوشحال باشید که یه شخصی زندگیش اینگونه عوض میشه. یک زنی که زندگی نامقدسی داره میاد توبه میکنه، به مسیح ایمان میاره، زندگیش عوض میشه، جامعه داره بهتر میشه یا بدتر میشه؟ و شما نمیتونید جلوی کسی رو بگیرید که خدا انتخابش میکنه. شاید آدم‌ها رو بکشید، شاید آدم‌ها رو زندان بندازید، ولی نمیتونید ضد خدا بایستید. اگر ضد خدا بایستید، دارید تیشه به ریشه خودتون میزنید. دوستان عزیزم، شما اگر مسئولی هستید که شکنجه میدید، اگر مسئولی هستید که رأی صادر میکنید، خواهش میکنم یه مقدار فکر کنید. برای خودتون میگم، نه برای من. من اینجا دارم زندگیمو میکنم، آزادم هستم. برای شما میگم، خدا چیز دیگه رو برای شما در نظر گرفته. و من دعا میکنم در مملکت من آزادی مذهب بیاد. بذار بهایی باشه، بذار مسلمان باشه، بذار کمونیست باشه، به من شما چه مربوطه؟ شما اگه جنس خوب دارین، اگر تعلیم درست دارید، خب بدید مردم بشنون. اگر من تعلیم درست دارم، بذارید مردم انتخاب بکنن. ما کی هستیم که برای مردم انتخاب بکنیم؟ ما خودمون میدونیم که گناهکار هستیم. ما خودمون میدونیم که به فیض خدا احتیاج داریم، به رحم خدا احتیاج داریم. مگه در نماز اسلامی شما دعا نمی کنید؟ مگه در دعای کمیل، در دعای ندبه گریه نمی کنید خدای گناهان من رو ببخش؟ مگه نمیرید به امامزاده و اینها دخیل میبندید که خدا گناه؟ پس اگر شما گناهکار هستید، چطور میخواید جونی گناهکار دیگر رو بگیرید؟ اگر گناهکاره، نمیتونید این کارو بکنید. مسیح خداوند چی گفت؟ هر کی گناه نکرده اولین سنگو بزنه. در نتیجه دعای من اینه، آرزوی من، ما امشب دعا خواهیم کرد در این برنامه که شما عیسی رو بشناسید، زندگیتون عوض بشه. منو ببخشید چون خیلی مواظب خودم هستم که چی میگم تو شبکه، ولی از طرف دیگه دل من میشکنه و میدونم دل خدا میشکنه. آمار رو نگاه کنید. اصلا یک وبسایت رو من نگاه کردم، برق از کله من پرید. آمار رو نگاه کنید. آمار اعدام در ایران در سال 2009 20% نسبت به سال 2008 افزایش پیدا کرده. یعنی چی؟ چرا باید اتفاق بیفته؟ اگر جامعه خرابه، پس شما باید فکر کنید درستش بکنید.
اگر مردم به جای رسیدن که تبهکار شدن، شما باید بهش فکر کنید چرا مملکت من اینجوری شده، چرا مدرسه من اینجوری شده، چرا بچهای من معتاد میشن سن 9 سالگی سیگار میکشن. طبق آمار 2008 282 نفر اعدام در ایران وجود داشته. بعد از چین ایران دومین کشور جهانی که داره اعدام میکنه. در عربستان 69 نفر در سال گذشته گردن زده شدن. در کشور من هر روزه مردم سنگسار میشن، اعدام میشن. در عراق 120 نفر اعدام شدن. یه مدار راجع به آمارا فکر کنید. این چه خداییه؟ این چه خداییه که فقط روح مرگ داره؟ این چه خداییه که میخواد فقط انسانها بمیرن؟ انسانها آرامششون از دست بدن، از کشور خودشون بزنن بیرون برای که آرامش ندارن. من دعا میکنم خدا با قلب شما صحبت بکنه. خدا با قلب شما صحبت. تا دیر نشده. یه زمانی میشه دیر میشه عزیزان. یه زمانی شد خدا صدام حسین رو برداشت. یه زمانی شد بعد از 70 سال حکومت مستکبر کمونیستی خدا کمونیست رو از بین بردش. ما فکر کنیم آیا تو تیم خدا هستیم یا تیم خدا نیستیم؟ خدایی که در کلام مقدسش میگه من محبتم، من اومدم برای گناهان بشر بمیرم تا هلاک نشن، من از مردن مرد شهید خوشنود نمیشم، مگه میتونه این خدا خون خار باشه و طالب مرگ دیگران باشه؟ براتون دعا میکنم، دعا میکنم خدا من قلبتون لمس که. دوستان مسلمان خواهش میکنم، من این آقا رو نمیشناسم، نمیدونم تعلیمش درسته غلط، اصلا من مربوط نیست، اون خانم بهایی، اون آقای اعتراض کنید، تماس بگیرید با تمام دنیا، با خود رهبران جمهوری اسلامی، بگید آقا ما مخالف اعدام این فرد هستیم، افراد هستیم. چرا من بعد جونی که بگیرم چون یه جور دیگه فکر میکنه که من فکر نمیکنم؟ من شبان، من کشیش به چه حقی میتونم به عضوی تو کلیسا بگم تو بیرون برو؟ عزیزی دیشب در کلیسا ما گریه میکرد، میگفت در دل من شکسته به خاطر که شبان میگه باهاش اونجوری رفتار کرد. ما کی هستیم که بخوایم کسی رو محکوم کنیم؟ در صورتی که کلیسا صاحب داره، خداوند داره، سر داره، نجات دهنده داره. ما فقط اونجا هستیم مردم رو خدمت کنیم، اونجا هستیم مردم میگیم چی درسته. بذارید خود مردم تصمیم بگیرن، بذارید مردم به این نتیجه برسن چه چیزی درسته یا غلطه. مگر روح خدا مرده؟ روح القدس در کلیسا هست، مردم ملزم میکنه. لازم نیست من مردم رو ملزم کنم. من کی هستم که کسی رو ملزم بکنم؟ هللویا برای حضور خدای زنده. آمین. یک تلفن جواب بدیم آقای حامد و میریم ویدیوامون رو نگاه میکنم. آقای حامد بفهمه عزیزم از ایران. درود بر شما عزیزم، بفرمایید. حامد جان میشنوید صدای ما رو؟ اوکی. الو. من نمیدونم چه اشکالی اون پشت وجود داره که عزیزان صدای ما رو نمیشنن عزیزان. میخواید آقای حامد رو میذاریم چون وقت ما به سرعت داره میره؟ و بعد لطف کنید اگر ایشون آماده بودن برشون گرد. بله، در این قسمت از برنامه سوالای ما همه مونده. در این قسمت از برنامه ما میریم با هم یک ویدیوی نگاه میکنیم که تهیه شده از در واقع در رابطه با حقوق بشر. عزیزان ما تهیه کردن و خیلی ممنون هستیم و سرود زیبایی از کشیش آرامیس میشنویم. کشیش عزیزی که خدا رو دوست دارن و خدا رو خدمت میکنن، جزو عزیزان خیلی مخصوص آن هستن. ما خیلی همدیگر دوست داریم با اینکه سال همدیگر ندیدیم و این ویدیو را ایشون فرمودن که تقدیم میکنم به تمام مسیحایی که به خاطر نام عیسی مسیح در سراسر جهان جفا میبینن. اگر میخواید سایر موزیک ویدیوهای ایشون رو با صدای زیباشون بشنوید، میتونید به آرامایس 222 در یوتیوب تشریف ببرید، آرامایس 222، و بسیار برکت خواهید گرفت از سرودهای زیبای برادرمون. اتاق فرمان در خدمت شما هستیم، کارگردان محترم، میریم با هم دیگه یک دو تا ویدیو رو نگاه میکنیم، ما آبی میخوریم برمیگردیم.
در حبس جان پایدا که روح بلند است و امیدوار برادر جهان با در همراه است، ز حال همه مرد و زن آگاه است. برادر بدان و یقین کن که او به هر جا که باشی شاهنشاه است. ای فرزند به خدا مسیح، مظهر ذات خدای نادیده. برنامه متنوع با موضوعات جالب برای جامعه فارس‌زبان با کشیش ناتان و نازنین باقستانی هر دوشنبه شب ساعت 9 به وقت ایران با پخش زنده از شبکه محبت همراه شوید. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای شبکه محبت www.mohabbat.tv مراجعه فرمایید.
این سرود زیبا رو تقدیم میکنیم به همه عزیزانی که به خاطر ایمان مسیحشون مخصوصا از جفای میبینن. من واقعا تشکر میکنم از کشیش آرامایست دوباره، ایشون برای من نمیشتن. این شعر از آقای شادیار عمرانی هستش، پدر همراه هست. عزیزان اگر میخواهید که سرودهای ایشون رو ببینید و بشنوید، برید به یوتیوب آرامایست 222 حتما لذت میبرید. ما هم تو کلیسا هم از این سرودهای زیبای کشیش آرامایست استفاده میکنه. بسیار خوب، دو تا تلفن رو جواب بدیم از آقای حامد. حامد جان بفهمه عزیزم. الو بفهمه عزیزم، صدای شما رو میشنویم. الو الو بفرمید، صدایتون رو میشنویم عزیزم، شما رو خط هستید. الو صدای شما شما بگید شما صدای شما رو میشنم. صدامون میدونم یه ذره صدای ما از این طرف مشکل داره. بفرمایید. درود بر شما. بفرمایید. اوکی. میریم آقای حمید رو میشنویم تا ببینیم آقای حامد چطور میشه صداشو. آقای حمید بفرمایید. علی سلام. درود بر شما. ایشون صدای ما رو میشنون. برادر نتان حال شما خوبه؟ بسیار عالی هستم عزیزم. مرسی. قربانت. برادر نتان یه سوال داشتم در مورد اینکه میگن برای دشمناتون طلب برکت کنید. آها. خواستم ببینم این طلب برکت برای دشمنان به چه معنی است؟ برکت به چه معنی است؟ واقعا برکت به معنی این که همون برکتی که ما برای همه مسیحیان میکنیم، یا برکت به معنی این که دشمنانمون رو برکت میکنیم، یعنی این که به خدا واگذارشون میکنیم واسه جرم یا خلافی که انجام دادن، مثلا به قول معروف به خداوند به اعمالشون رسیدگی بکنه، حالا خوب یا بد. از تلویزیون برکت رو برامون توضیح بدید. از تلویزیون نگاه کنید. شما رو من ندارم از تلویزیون، از تلویزیون میفهمم. بله خدا... بفرمایید. ببخشید. چرا چیکار باید بکنیم وقتی به مردم میگه ببخشید؟ خدا ببخشتشون. خدا ببخشتش. خدا برکت. وقتی میگه طلب برکت بکنید، دقیقاً من میخوام با جرأت بگم همون برکتی که شما برای خودتون، برای دوستانتون، برای خانوادهتون میطلبید، برای دشمناتون هم بطلبید. و بله at the same time چی میشه؟ در عین حال واگذار کنید تا اینکه خداوند اون انتقام رو بگیره. ما حق نداریم رو کسی، رو شخصی که خداوند آفریده، حتی قاتله، کارهای خیلی زشتی کرده، ما حق نداریم که ضد او نقشه بکشیم یا دستی رو اون بذاریم. این کار بله. خداونده. ما نمونه‌های خیلی خوبی در کلیسامون داشتیم، مثل کشیش ادوارد عزیز، که چگونه وقتی که عزیزی آمد، شخصی آمد، اگه نگیم عزیز، حالا آمد و گفتن که ما کشیش‌هایی که کشتیم، برد ادوارد گفت خداوند با شما در واقع برخورد بکنه، من شما رو میبخشمتون. میدونید وظیفه گیماندار اینه که کینه رو در دلش نگه نداره. وظیفه گیماندار برکت، وقتی میگیم نه به این معنا که برکت بدیم، بگیم برو دوباره کارتو ادامه بده، به این منوال که او شخصو دقیقاً به خداوند واگذار کنیم. کلام خودم که بازیستید و ببینید که خدا برای شما میجنگد. خب حامد جان که خیلی هم منتظرم، بفهمید رو خدای زم. آقای حامد بفهمید عزیزم. سلام عرض میکنم خدمت شما. بله بفهمید، صحبت کن عزیزم. بله اوکی صدا میاد؟ بله عزیزم. بسیار عالی، من حامد رو خودتون اون عقب دیگه باشون صحبت کنید. از خواهر عزیزم روژان میگن سلام برادر خواهر عزیزم، تقاضی دعا داشتم که گفتیم اینو برادر جان، چند وقت پیش از شما خواستم که برای عفو برادرم فرزاد دعا کنید که 24 میلیون جریمه شده بود. خدا رو شکر جریمه برادرم رو عفو گرفته، اما برادر عزیزم الان نامه آزادیش از زندان نیامده. لطفاً دعا کنید که همونطور که خداوند رحمت کرده برای برادرم عفو کنه و بخشیده بشه و اینفورمیشن. خدا رو شکر که خداوند دعا جواب داده ایشون. بله. تا نصف کار رفتن جلو. بسیار عالی. ما قبل از که بریم و عشاء ربانی داشته باشیم و دعا کنیم برای عزیزانم که اینجا بسیار چیز کردن، در واقع درخواست دعا داشتن، من سه تا آیه هنوز مونده که میخوام بگم، از روش نمیخونیم چون وقتمون کمه، در رابطه با سوالی که سیاوش‌جان در قسمت اول که یعقوب باب 4 آیه 8 هستش، که ما باید از خدا بخوایم که تا بتونیم به اون نزدیکتر بشیم. ما این روزا یعقوب در کلیسا بررسی میکنیم، نکته خیلی مهمیه. اشعیا 55:8 به ما میگه که کلام خدا رو باید بدونیم، بخونیم تا راهها و طریقه رو بدونیم اگه میخوایم به اون نزدیکتر بشیم. دوم تیموتائوس 3:16 و 17
به ما میگه این آیات زیبا که در واقع کلام خدا برای اینه که بله ما رو موفق میکنه، کمک میکنه، کامیاب میکنه، چون این کلام میکنه. حکمت هستش، این کلام بله. راه های زندگی رو به ما یاد میده، اراده خدا رو مشخص میکنه بله. برای ما بله. و خیلی حقایق در کلام هستش که ما هرچی از کلام خدا پر میشیم، از شخصیت خدا پر میشیم، از حکمت خدا پر میشیم و میتونیم اون زندگی خدا پسندانه رو انجام بدیم. سمانه رو بخونید. سمانه چی خواسته؟ سمانه سوالی کردن از ایران، میگه ایشون مسلمان هستن، میگه من اگه مسیح بشم آیا توسط پیغمبر اسلام کشته میشم، لعنت میشم؟ این ترسیه که متاسفانه مذهب اسلام به مسلمان ها میگه و ایشون خیلی میترسه، میگه پس این همه که مسلمان بودم چی میشه؟ آیا اسلام که دین کامله بهش کفر نیست اگه من از اسلام برگردم؟ خب من نظیر اینو چند بار دیدم، عزیزان که میان بود یه عزیزی خانومی که کلیسای ما میمد و بعد از ایشون سوال کردم چرا به مسیح ما نمیاری؟ گفت من گفتن اگه مسیح بشی فلان امام از غرب تو نفری میکنه، غیر و ذالک. خب این حقیقت وجود نداره، این یه دروغ شیطان هستش، چرا که کلام خدا دروغ نمیگه. میدونید دو حالت بیشتر نه، یا خدا دروغگوه یا شیطان. کلام خدا میگه شیطان پدر دروغگویان هستش. وقتی مسیح میگه من آمدم تا جهانیان نجات پیدا کنن و هلاک نشن، چطور اگه من بیام امروز مسیح بشم همون خدا یا اگر به قول دوستان مسلمان همون پیامبر یا اشتباهی کرده بعد امروز مردم میان دوچار میشن و نفرین میشن؟ اسلام و سایر ادیان و فلاسفه هرگز قادر به نجات نیستن. شما آیه یا سوره در قرآن پیدا نمیکنید که به شما بگه شما حتما نجات پیدا میکنید، و اگرم بگن خدا دو جور حرف نمیزنه. عیسی مسیح گفت اگر کسی من ایمان بیاره نجات پیدا میکنه. میخوام چند تا آیه رو با هم بخونیم عزیزم، کمکم کن. و چطور حالا عیسی مسیح وقتی ما بهش ایمان میاریم و امروز مسیح میشیم، همون پیغمبر، اگه شما میگید پیغمبره ما میگیم عیسی خداونده، میتونه در واقع باعث لعنت ما بشه. یکی از مسائلی که وجود داره خیلی مهمه، اعمال باب 4 است. دارید شما؟ بله. آیه 12 میگه در هیچ کس غیر از او، یعنی عیسی مسیح، نجات نیست، زیرا اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان ما باید نجات پیدا کنیم. بله. پس در هیچ کس نجات نیست جز عیسی مسیح. دقیقاً. هر کی هم بگه من نجات دهنده هستم داره اشتباه میگه، دروغه، چون خدا کلام خدا دروغ نمیگه. اینجا من میخوام چند تا آیه از انجیل یوحنا بخونم. عزیزانی که میخواهید اینو با دوستاتون در میون بذارید بنویسید اینو. یوحنا 11 25 تا 26 آیات معروفی هستن که عیسی مسیح صحبت میکنه. خود عیسی مسیح میگه من قیامت و حیات هستم، کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد حیات خواهد داشت. هر کسی که زنده باشد به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. آیا این رو باور میکنید؟ دقت میکنید خداوند چی داره میگه اینجا؟ پس خیلی مهمه ما بدونیم که عیسی مسیح اگه به او ایمان بیاریم هلاک نمیشیم، اتفاقا نجات پیدا میکنیم. و دشمن یعنی شیطان نمیخواد که مردم اینو بفهمن. جنگ ما با انسان نیست، نیروهای تاریکی در طی هزاران سال خواستن که مردم نجات پیدا نکنن، درست که عیسی مسیح اومده تا ما رو حیات ببخشه. یوحنا 10 رو لطف کنید بخونید. میگه آمین آمین به شما میگویم که من در گوسفندان هستم، جمعی کسانی که پیش از من آمدند دزد و راهزن هستند، لیکن گوسفندان سخن ایشان را نشنیدند. من در هستم، هر که از من داخل گردد نجات یابد و بیرون و درون خرامد و علوفه یابد. دزد نمی آید مگر آنکه بدزدد، بکشد، هلاک کند. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. و بعد ادامه میده، میگه من شبان نیکو هستم. آمین. شبان نیکو جان خود رو در راه گوسفندان مینهد، اما مزدوری که شبان نیست و گوسفندان از آن او نمی باشند، چون بینن که گرگ میآید گوسفندان رو گذاشته فرار میکند و گرگ گوسفندان رو میگیرد و پراکنده میسازد. مزدور میگریزد چون که مزدور است و به فکر گوسفندان نیست. من شبان نیکو هستم، عیسی مسیح میگه، و خاصان خود را میشناسم و خاصان من را میشناسند. خاصان من مرا میشناسند، چنان که پدر مرا میشناسد و من پدر را میشناسم، و جان خود را در روح گوسفندان
مینهد. آمین. عیسی مسیح آمد تا جانش رو برای گناهکاران، اینجا داره به طور تمثیلی عیسی مسیح صحبت میکنه، جانش رو برای گناهکاران بده، روی صلیب مصلوب شد. عیسی مسیح با داکترین حیات اومد، با ویژن رویای حیات اومد. عیسی مسیح نیومد کسی رو هلاک بکنه. شما هرگز نمیخونید عیسی مسیح به شاگرداش تعلیم بده کسی از مسیحیت برگشت رو به یک مذهب دیگه بکشیدش، سرشو بزنید، پاشو قطع کنید، دستشو قطع کنید، چشمشو در بیارید. عیسی مسیح میگه من نمیخوام یکی هم هلاک بشه، میخوام همه نجات پیدا کنن. او خودش کاملیته، او خودش جریمه گناهان رو داد، او خودش گفت همه چی تمام شد. حالا در این لحظه عزیزان، اگر شما دوستی هستید که تا به حال عیسی مسیح تجربه نکردید، این سوال دارید من چطوری میتونم مسیح بشم، این سوال دارید که من چطوری میتونم حیات پیدا بکنم، الان بهترین وقته. من میخوام با شما دعا کنم. در حین حال آماده میشیم با هم عشای ربانی رو بگیریم و بنوشیم و بخوریم، عزیزانی که شرکت بکنید. در این لحظه میخوام از شما تقاضا بکنم، در هر طرز عقیده‌ای که هستید، این یک من فکر نمی‌کنم شما تصادفی جلوی دوربین نشستید، جلوی تلویزیون دارید ما رو تماشا می‌کنید. خداوند امشب رو دیده. همه چی تحت کنترل خدا هست. شما دو تا حق انتخاب دارید. کلام خدا میگه من حیات و برکت رو جلوی شما می‌ذارم، من مرگ و حیات رو جلوی شما می‌ذارم. برکت و لعنت و حیات و مرگ رو جلوی شما می‌ذارم. خود خداوند همونجا میگه، میگه حیات و برکت رو دریافت کن. من دیروز چند بار گفتم من حیات و برکت رو دریافت می‌کنم. حق انتخاب با شماست. خدا به زور وارد قلب شما نمیشه، چون خدا خدای جباری نیستش، خدای نیستش که بخواد زورگو باشه. خدا خدای محبته. او خواهش میکنه شما ایمان بیارید و منم به عنوان خادم او از شما التماس میکنم، خواهش میکنم امشب در قلبتون برای عیسی مسیح باز کنید. ولی انتخاب با شماست. اگر میخواید قلبتون رو مسیح بدید، در این لحظه این دعا رو با من بکنید، با یک دعای ساده عیسی رو به قلب خودتون بپذیرید. بگید عیسی مسیح، خداوند و نجات دهنده، خداوند و نجات دهنده، الان با تمام گناهام نزد تو میام، الان به تمام گناهانم نزد تو اقرار میکنم که گناهکار هستم، اقرار میکنم که گناهکار هستم، از تو میخوام وارد قلب و زندگی من بشی، از تو میخوام وارد قلب و زندگی من بشی. متشکرم که منو میبخشی، متشکرم که منو میبخشی، همونطوری که هستم، همونطوری که هستم میپذیری، از تو خواهش میکنم، از تو خواهش میکنم که زندگی منو عوض کن، زندگی منو عوض، من از روح القدس پر کن، من از روح القدس به من زندگی تازه بده، من زندگی تازه میخوام، برای تو زندگی بکنم، میخوام از اسارت هام آزاد بشم، میخوام از اسارت هام آزاد، تو رو شکر میکنم که منو میپذیری، شکرت میکنم ای خدا. در شب آخر عیسی مسیح با شاگردانش در بالاخانه نشسته بود، کلام خدا میگه و ناگهان نانو پیاله رو به دست گرفت، گفت بگیرید بخورید، این از بدن من که برای شما داده میشه و این از خون من که برای شما ریخته میشه، تا با شما عهد تازه ببندم. و به وسیله این نان و این خون، این نان و این آب انگور که نشانه بدن و خون او هست، امشب به ما نشون میده که ما مال او هستیم. امشب به ما نشون میده که وقتی ما رو بیاد میاریم، میتونیم زندگی نوینی در او داشته باشیم. همینطور کلام خدا نشون میده که ما وقتی عشا ربانه میگیریم با هم متحد میشیم، یک دل میشیم. خداوند دعا میکنم این نان و آب انگور را، عصاره انگور را برکت بده خداوندا، عطا بکنه که در شرکت، در حینی که با هم شرکت بکنیم، بتونیم به تو نزدیکتر بشیم و به دیگه. از دستای تو میگیریم ای خداوند. متشکریم برای عهد تازه که با خون پسر عیسی مسیح بسته شد، نه با کارهای انسانی. برای فیضت تو را شکر میکنیم ای خداوند که امروز بر ما هست. در نام قدوس عیسی مسیح نان و پیاله را برکت بده، بخصوصا برای کسایی که شرکت میکنن، و نام خودتو جلال بده در نام عیسی مسیح. بله، نان رو بگیریم عزیزان، اگر اینجا جا باشه، در نام قدوس عیسی مسیح با هم بخوریم و مرگ او رو بیاد بیاریم. همینطور میخوام وقتی آب انگور رو مینوشید، شفای خود رو دریافت بکنید. بگید عیسی مسیح، متشکرم برای شفای جسم من، برای شفای کمر برادرم جمال در نام عیسی مسیح، برای هر دردی که دارید، هر اسارت که دارید، خداوند الان شما رو شفا میده در نام قدوس عیسی مسیح. هللویا، در نام قدوس او شکرت میکنیم ای خداوند، متشکریم. هللویا، شکر خداوند، سپاسگزارم ای خداوند، متشکریم ای پدر خداوند، برای نیازها، بله بله ای خداوند، برای این تقاضاهای دعا، برای خدیجه دعا میکنیم، برای ستاره دعا میکنیم، برای شفای تو که جاری بشه، برای عاطفه ای خداوند، در نام عیسی مسیح، عزیزان آفریدی ای خداوند، برادرم رحمت علی را از اعتیاد حشیش آزاد کن در نام عیسی مسیح، دست
تو هستم امیر رو از اعتیاد هروئین از نو بیافرین، هر مشکل جانگیر و مریم رو بردار، هر از مواد مخدر رو آزاد کن، هر ناتوانی رو بردار، از سرطان شفا بده در نام عیسی مسیح، حسن رو برکت بده، سلامتی ام اس فریبا رو در نام عیسی مسیح، سرطان استخوان برای شایان 5 ساله در نام عیسی مسیح، برای اقامت شوهر افسانه، برای دعای پای دردای خواهرمون ناز در نام عیسی مسیح، برای افسانه دعا میکنیم، برای افسردگی دعا میکنم در نام عیسی مسیح، مسلم در نام عیسی مسیح، او خداوند دعا برای اختلاف ازدواج عزیزان، برای دعا برای پناهندگی علیرضا، هر عشق و تو پاک کن خداوند، امیر صدیقه خداوند، اراده تو سلامتی، اراده تو شادی، خوشی، خوشبختی خداوند، این فرزند تو از هر غم و افسردگی آزاد کنه خداوند، هللویا، شکرگزاریم خداوند، هللویا. عزیزان میخوام با هم متحد بشیم به ضد روح اعتیاد در این حالت که من اینا رو میخوندم، خیلی از عزیزان ما هنوز دچار اعتیاد هستن، من به روح پلید اعتیاد همین الان دستور میدم که از وجود این دوست عزیز که داره نگاه میکنه و الان مواد مخدر رو استفاده کرده همین الان بیرون بیاد، به تو دستور میدم این روح اعتیاد تمام اثرهای مواد مخدر از وجود این عزیز بیرون بیاد در نام قدوس مسیح، تو رو شفا میدیم ای خداوند، شفای تو جاری بشه ای مسیح زنده، همین الان وجود این عزیزان رو که اینقدر اعتیاد به مواد مخدر، الکل و چیزهای دیگه دارن، او خداوند برای سرطان این بچه 5 ساله دعا میکنم، سرطان استخوان رو شفا میدیم ای خداوند، تو رو شکر میکنیم برای شفا، تو رو شکر میکنیم برای آزادی، تو رو شکر میکنیم برای برکت مالی، تو رو شکر میکنیم برای هر آنچه که تو برای فرزندانت در نظر گرفتی خداوند عزیز، برای این آقای یوسف نظرخانی که در زندان هستن و سایر زندانی ها مخصوصا اقلیت های مذهبی خداوند، بهایی، یهودی، شیعه، سنی، هر آنچه که در زندان هستن و مسیحان، در نام قدوس مسیح دعا میکنه، با قلب رهبران مملکتمون صحبت کنه ای خداوند، با قلب آقای آیت الله خامنه ای، برای آقای احمدی نژاد دعا میکنم ای خداوند، دعا میکنم با قلبشون صحبت کنی خداوند، حکم آزادی نیزان بیاد به زودی ای خداوند، دعا میکنم برای آزادی مذهب، آزادی انتخاب، آزادی فکر، آزادی سخن ای خداوند، مملکت منو آزاد کنه ای خداوند عزیز، در نام قدوس تو دعا میکنم ای خداوند، تو انسان را آزاد آفریدی، دعا میکنم در نام پرجلال تو ای خداوند که آزادی به دست بیاد ای خداوند عزیز، نگرانی مسیحا که به خاطر که دوستانشون اعدام میشن نمیتونن کلیسا برن، نمیتونن دعا بکنن، او خداوند به نام عیسی مسیح تو رو شکر میکنیم برای آزادی ای خداوند عزیز، تو رو شکر میکنیم ای خداوند، در نام قدوس مسیح شکر ای خداوند، شکر خداوند، جلال از آن خداونده، عزیزان به تو اعتماد کنند، جلال از آن خداونده، هر احتیاج را رفع کن، دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارند، هللویا، شکر خداوند، برای خداوند، برای عزیزانی که ما را اذیت میکنند، تو رو شکر بکنید، دعا میکنید با قلبشون صحبت کنید در حینی که برنامه نگاه میکنند، دوستان من نگران هستند که چرا به برنامه مزاحم میاد، شکرت میکنیم ای خداوند و شکرت میکنیم برای جواب دعا، تو رو شکر میکنیم که زیر خون مسیح هستیم و تحت حفاظت تو هستیم، نوعی از سر ما کم نخواهد شد چون تو گفته ای خداوند عزیز، در نام قدوس مسیح با ایمان کلیسا ایمانداران بگیم آمین، هللویا، شکر دریافت کنید عزیزانی که براتون دعا شد، چه اگر قلبتون مسیح سپردید، اگر برای مشکل خاصی دعا شد اینجا، واقعا من دلم میشکنه اینقدر نیاز است، امشب درصد کسایی که برای اعتیادشون بعد دعا میشد چقدر زیاد بودش، ولی ایمان دارم که خداوند دعای ما را شنید، میدونم در ایران مشکلات زیاده عزیزان، میدونم برای پناهنده ها مشکلات زیاده، ولی بایستید به نام عیسی مسیح و هر روز این دعا رو بکنید، تو شکر میکنم دوست عزیز، یکی از عزیزانی که اینجا اعتیاد داشتن اسمشون رو بگید، تو وقتی بلند میشید، وقتی اعتیاد دوباره سراغتون میاد بگید شکر میکنم، بله مثلا آقای مسلم، آقای مسلم هر دفعه بگید، بگید تو شکر میکنم که من آزادم، در مسیح قوت هر چیزی دارم، دشمن دوباره وسوسه میکنه ولی بگید من آزاد هستم، من هر اثر مواد مخدر تو بدن شما نهیب دادم و ایمان دارم که خداوند شفا میده، اگر شما دریافت کنید، حق شماست که دریافت بکنید، اگر ایماندار هستید و دعای خاصی کردید بگید خداوند دریافت میکنم، ما کلیسامون همه یاد گرفتن تا دعا میکنیم میگیم دریافت میکنیم، شکر میکنیم و دریافت شما، این عمل ایمان شما باعث میشه که جلال خدا به طور کامل آشکار بشه. متشکرم با ما بودید، برنامه ما تموم میشه، هفته بعد قرار بود بگم به شما، هفته بعد
میخوام 7 قدم برای کامیابی زندگی مسیحی با شما در میون بذارم، حتما به این برنامه نگاه کنید. آخرین برنامه ما با این ست قدیم. خانم تماس گرفت و گفت این چشا رو از پشت سرتون بردارید. گفتم لطفا زنگ بزنید با محبت بگید و واقعا دعا میکنیم که به زودی عزیزانم در محبت خیلی کمک کردن و نقشای خوبی برای ما دارم. بله. ما 2 هفته برنامه‌مون تعطیل خواهد بود، ولی هفته بعد 7 قدم داریم. هفته بعد دکتر شایسته خواهم بود و بعد 2 هفته تکرار خواهیم داشت تا اینکه با دکور جدید برگردیم. تکرار این برنامه رو به دوستانتون توصیه کنید، در فیسبوک میذاریم نگاه بکنید و متشکرم ما بودید. اگر بازم فرمایشی داشتید تلفن کنید، در خدمت شما هستیم. در نام عیسی مسیح خداوند، خدا نگهدارتون تا هفته بعد. بله. همین ساعت همین جا. بله. ببینیم. خدا نگهدار.